سلام، من کوروش پارسا از تلویزیون رنگین کمان و برنامه مسائل گذار به سوی دموکراسی، جمهوری، توسعه و رفاه هستم. امروز مهمان عزیز ما جناب آقای دکتر مهرداد درویشپور، استاد دانشگاه، جامعه شناس و از دانشگاه مناردن در سوئد و همچنین فعال شخصیت جمهوری خواه هستند. سلام آقای دکتر درویشپور. سلام شما و بینندگان گرامی من. جناب آقای درویشپور، یک سوال امروز راجع به مسائل ایران طبعا و مشکلات اپوزیسیون می‌خواستیم صحبت کنیم. اگر لطف کنین یک پروژه‌های کلان سیاسی در فضای سیاسی ایران رو اگر طبقه بندی بکنیم و به بینندگان توضیح بدین برای شروع بحث، خیلی ممنون میشم. خواهش میکنم. من میتونم از ابتدا از یک منظر جامعه شناسی از یک دشواری جدی اجتماع شروع کنم. مفهومی هست در حوزه جامعه شناسی سیاست یا جامعه شناسی سیاسی یا حتی علوم سیاسی که به نام گیرکردگی سیاست. این مفهوم ناظر بر شرایطی است که نه صاحبان قدرت به اصطلاح توان، امکان یا اعتماد مورد لازم برای پیشبرد پروژه هاشون رو دارن و نه بدیل های اپوزیسیون توانایی، امکان و در واقع چشمانداز مثبتی دارن برای تغییر این شرایط و جایگزینی پروژه های خودشون. جامعه ایران به یک معنا به صورت اخص و شاید خاورمیانه به صورت عام اگر بخوام بگم، یکی از مناطقی است که گیرکردگی سیاست بیش از هر زمان دیگری در اون به چشم میخوره. یعنی شما مثلا به تجربه عراق نگاه کنید، افغانستان نگاه کنید، سوریه نگاه کنید، ایران هم خواهم برگشت، حتی لبنان نگاه بکنید، این مفهوم گیرکردگی، یا تجربه یمن نگاه کنید، اصلا بسیار از کشورهای منطقه اصلا این مفهوم گیرکردگی سیاست رو به شکل دقیقی میبینید. حالا بخشی از جاها جنگ‌های داخلی این گیرکردگی سیاست و این بنبست سیاسی رو که انگاری همه نیروهایی که به جان یکدیگر افتادن نیروهای سیاه هستند و چشم‌انداز نیروی دموکراتیک یا دموکراسی در اون جامعه جوامع نیست، بخشی جهان الزاماً با جنگ داخلی روبرو نیستند ولی چشم‌اندازهای سیاسی خیلی روشن و به اصطلاح مثبت نیستن یا نوعی ابهام، نوعی سردرگمی، نوعی ناروشنی وجود داره. به نظر من ما تجربه وضعیت ایران یکی از اون حوزه هاست که ما با مفهومی به نام گیرکردگی سیاست روبرویم. قادر خواهیم بود از این مرحله گذار کنیم یا نه؟ به جای هر نوع گمان زنی من ترجیح میدم که بیشتر مکس بر سلام بکنیم. ببینید به پروژه هایی که اشاره کردید، ما به لحاظ تاریخی سه پروژه رو پشت سر گذروندیم در منطقه و به یک معنی در ایران و هیچ یک از این سه پروژه ها در گذشته حداقل جواب نداده. ما هم در جامعه ما و در منطقه خاورمیانه به لحاظ تاریخی پروژه های ضد استعماری رو دنبال کردیم که متکی بر سه رویکرد بوده، یا مارکسیستی، برخی از کشورها با اصلا انقلابای مثلا مارکسیستی اصلا به پیروزی رسیدن ولی الزاما به دموکراسی منجر نشدن، مثل اتیوپی، مثل سومالی، مثل خیلی کشور، حتی افغانستان، و شکست خوردن یا سمتگیری هایی به اون سمت داشتن، یا کشورهایی بودن که پروژه های ناسیونالیستی رو دنبال میکردن نظیر عبدالناصر در مصر که شکست خورد، بومدین در الجزایر که آن هم همینطور و به دموکراسی منجر نشدن، یا نمونه ایران هم که برخواهم گشت نمونه مصدق رو داشتیم که پروژه ناسیونالیستی که آن هم شاید میتونست یک نوع ناسیونالیسم در هم آمیختگی با دموکراسی باشه که اونم با کودتا عقیم مان. پروژه سومی که از پس اینها سر برآورد پروژه اسلامگرایی سیاسی بود، یعنی پروژه های ضد استعماری، ضد امپریالیستی در منطقه، یا مارکسیستی بود یا ناسیونالیستی سکولار بود یا اسلامگرایانه. درست شکست اون دو پروژه های پیشین
به اسلامگرایی در واقع از انقلاب ایران به این سو میدان داد. یعنی پروژه اسلامگرایی سر برآورد و یک پروژه قدرتمند ضد امپریالیستی تبدیل شد. امروز اوضاع در چه وضعی هست؟ تجربه نشان داد که گفتمانهای ضد امپریالیستی اشتباه نشه. وقتی من گفتمان ضد امپریالیستی رو نقد میکنم، منظورم نیستش که ما با استعمار مخالفتی نداریم، با مداخله قدرت های خارجی مخالفتی نداریم که قطعا داریم، اما بحث اینه که یک گفتمان ضد امپریالیستی ترقی خواهی رو از سر ستیز به اصطلاح با غرب، آمریکا و غیره دنبال میکنه و در پس اون میتونن واپسگرایانه ترین پروژه ها سنگر بگیرن. اسلامگرایی سیاسی از انقلاب اسلامی ایران گرفته، انقلاب اسلامی شده ایران تحت رهبری خمینی و تمام جریان های بنیادگرا در منطقه، عروج در واقع آخرین پروژه های ضد امپریالیستی بودن که همونطور که شاهد شدیم اینها به مراتب، اگر مثلا پروژه های مارکسیستی یا پروژه های ناسیونالیستی سکولار موفق نشدن دموکراسی رو متحقق کنن، بالاخره جامعه رو جلو بردن. اما پروژه اسلامگرایی نوعی واپسگرایی رو داشت، نوعی انقلاب واپسگرا رو داشت. اینو هم در تجربه انقلاب ایران میبینیم، هم پدیده داعش میبینیم، هم طالبان در افغانستان میبینیم و نمونه های دیگر هم همینطور. بنابراین پرسش اینجاست، امروز که پروژه اسلامگرایی سیاسی و تمام شاید با فروپاشی بلوک شوروی، با پایان یافتن جنگ سرد، با تجربه انقلاب اسلامی، دیگر گفتمانهای ضد امپریالیستی به اصطلاح محبوبیت و مشروعیتی نداره به عنوان معیار ترقی خواهی، امروز چه سفارایی در جامعه با آن روبرو هستیم؟ به گمان من ما با 5 پروژه روبرو هستیم که در واقع در این نوع رقابت های سیاسی عمل می کنن و در ایران به صورت مشخص، و هر 5 تا هم پروژه هایی هستن که سعی می کنن به نوعی عصر بنیادگرایی اسلامی رو از سر بگذارن. یک پروژه، خود پروژه همچنان اسلامگرایان است. اصلاح طلبان رو، اگر یک اصلاح طلبان دینی اگرچه از بنیادگرایی اسلامی گسست کردند، ولی هنوز در گفتمان اسلامگرایی قرار دارند. هنوز اینکه چقدر این ناشی از پراگماتیسم سیاسی است یا باورهاشونه، اینها که بر ما روشن نیست، اینها رو در موردش گمانه‌زنی نمیشه کرد. حوزه سیاست حوزه بررسی کانسیکونس آنالایز، بررسی به اصطلاح نتایج، انگیزه شناسی که نمیشه کرد. بنابراین اگر از منظر نتایج حرکت بکنیم، اصلاح طلبی دینی آخرین در واقع سنگر پروژه اسلامگرایی است، نوعی است که سعی میکنه هم گفتمان دینی اسلامی رو حفظ بکنه در حوزه سیاست، هم اون رو شاید با شرایط به اصطلاح مدرن تطبیق بده. به هر حال اسلامگرایی چه در شکل بنیادگرایش که امروز یک تازه صحنه است، قدرت رو داره، چه در قالب اصلاح طلبی دینی که نوعی لیبرالیزه کردن در واقع پروژه اسلامگرایی هست و نوعی به اصطلاح تطبیق اون با شرایط مدرن، این یکی از پروژه‌ای است که امروز در جامعه فعاله. اسم بنیادگرایان قدرت رو در دست دارن، گرچه مشروعیت ندارن، با استفاده بعد قوه سرکوب اساسا کارشون رو پیش میبرن. پروژه اصلاح گرایی هم که 2 دهه فرصت داشت، اصلاح طلبان دینی و اینها هم به گمان من به بن‌بست رسیدن و به اصطلاح جامعه ایران دیگر پروژه اسلامگرایی پروژه‌ای نیستش که از مشروعیت اجتماعی برخوردار باشه برای اداره سیاسی جامعه یا حتی روابط بین المللی، احیای خروج ایران از انزوا و متعارف کردن شرایط سیاسی اجتماعی. پروژه دیگری که در برابر این اسلامگرایی از هر دو نوعش در جامعه ایران قد علم کرده، پروژه ایست که به نام قومگرایی شناخته میشه. پروژه ایست که زبان سکولار داره ولی هویت طلبی در برابر هویت طلبی اسلامی که به اصطلاح نوعی تمامیت ارضی را میخواد حفظ بکنه، اما از اونجا که بر
باورهای ایدولوژیک دینی استواره، هم بر تبعیض اتنیکی هم تبعیض دینی علیه سنی ها، علیه بهایی ها، علیه یهودی ها، علیه اقلیت های دیگر استواره. این پروژه نه به خاطر دینی بودنش در میان گروه های اتنیکی تحت ستم از محبوبیتی برخورداره، نه به دلیل به اصطلاح تبعیض‌آمیز بودنش. بنابراین ما با نوعی در گروه های اتنیکی با نوعی ایدولوژی هویت طلبی اتنیکی یا ایدولوژی قومگرا روبرو هستیم که مهمترین دغدغه خودش رو در واقع بسیج قومی این میدونه در کردستان، در آذربایجان، در مناطق عرب نشین خوزستان، بخشای از بلوچستان و غیره، که این پروژه دومی است که بسیاری بر این باورن که شکل افراطی پروژه قومگرایی تجزیه طلبی است. شکل ملایم تر اون هم تا زمانی که ایدولوژی به اصطلاح قومگرایی بر ارزش های دموکراتیک فراگیر رو مشترک پافشاری نکنه و بیشتر هویت طلبی قومی رو نقطه عزیمت بسیجش باشه، این راه حلی برای گذار به دموکراسی در جامعه ایران الزاما در بر نخواهد داشت و این خطر رو دازه در بر خواهد داشت که نوعی به جای مثلا اسلامگرایی که خودش یک گفتمان ضد دموکراتیکه، نوعی دیگری از گفتمان جمعی رو سازمان بده که با المنت های دموکراتیک الزاما همپوشی نداره. این به این معنی نیست که گروه های قومی دموکراتیک نیستن، خیلیشون هستن، خیلیشون نیستن، اما شما مثلا گروهی مثل جندالله که بخواد اگر بر هویت طلبی اتنیکی هم پافشاری بکنه که اونو که شما گروه دموکراتیک نمیخوانید، به نفس اینکه یا الاحواز و گروه های از این دست فقط به خاطر اینکه هویت طلبی های قومی دارن. بنابراین ما نمیتونیم انکار بکنیم از گرایش های موسوم به پانترکیستی در آذربایجان گرفته، گروه های گرایش های افراطی در خود کردستان گرفته، ما گرایش قومگرایی گرایش جدی است در جامعه که درست با توجه به اینکه هم حکومت انکار میکنه تبعیض اتنیکی رو نادیده میگیره، هم حتی گروه های اپوزیسیون عنایتی به اون ندارن، خب این زمینه همسرنوشتی رو در میان کل جامعه ایران میتونه تضعیف بکنه و گرایش قومگرایانه رو قدرت ببخشه. در کردستان به صورت خاص این گرایش زمینه اجتماعی درخوری داره و احزاب سیاسی هم داریم که نظیر کومله و حزب دموکراتیک کردستان ایران، اینها گرچه مثل سایر احزاب گروه های اتنیکی بیریشه چندان نیستن و احزابی هستن که با پیشتر با شعارهای نظیر خودمختاری برای کردستان، دموکراسی برای ایران خودشون رو همسرنوشت میدانستن، اما برآمد هویت طلبی قومی ملی و عروج ناسیونالیسم در سطح جهانی یا در برابر این گلوبالیزیشن نوعی بازگشت به گذشته باعث شده که خیلی از فرهنگ‌های لوکال، بومی، محلی، اتنیکی، ملی رشد پیدا بکنه و در مورد ایران هم این زمین سازه، یکی دیگر از زمین سازه رشد این مسئله اتنیکی شده، مضافاً مداخله نیروهای خارجی هم که آرزوی به اصطلاح طرحی که نوکان ها داشتن برای به اصطلاح تقسیم منطقه و کشورهای منطقه، اون هم میتونه در مسائل زینخش باشه. و حالا یه پروژه است، بخشش هویت طلبان اتنیکی ارزش های دموکراتیک رو پاس میدارن، بخشش خیر، به اون باز خواهیم کشت، ولی به هر حال این یه پروژه است که در میان گروه های اتنیکی زمینه رشد در خورده. پروژه سومی که از اون میخوام نام ببرم پروژه ناسیونالیست و بازگشت به گذشته است. ناسیونالیسم فراده است، اگر پروژه هویت طلبی قومی رو ناسیونالیسم فروده است بدانیم، این ناسیونالیسم عظمت طلبانه که به ویژه طرفداران احیای سلطنت هواداران پرپاقرص اون هستند، البته به اونها هم خلاصه نمیشه ولی به هر حال این اصلی ترین کانون این پروژه هست، بر این باور هست و بیشترین زمینه اجتماعی هم به نظرم این پروژه داره، بر این باور هست که اسلامگرایی ایران رو به انحطاط برد، اسلامگرایی ارج جان ایرانیان رو از بین برد و وقتی برمیگرده به گذشته میبینه که ایران گذشته به مراتب عظمت بیشتری داشت، نه فقط ایران دوران کوروش و داریوش و هخامنشیان امپراتوری گذشته که هرگز امکان احیایش نخواهد بود، بلکه نگاه میکنه به حکومت پهلوی
فقط نگاه میکنه که میگه اون جامعه بالاخره هم در حوزه داخلی ایرانی، ایرانیان از ارج قرب بیشتری برخوردار بودند و جمهوری اسلامی نوعی خاری و سرفکندگی برای جامعه ایرانی رو نه فقط در حوزه داخلی با به قهقرا آوردن جامعه در بر داشته، در حوزه بین المللی شأن و اعتبار بین المللی آن سرزمین رو هم پایین آورده. بنابراین بی دلیل نیست که ناسیونالیسم عظمت طلبانه، رجعت طلبانه و نوستالژیک به اصطلاح به عنوان یک گرایش سیاسی بسیار جدی مطرحه. وقتی بسیاری میگن ایران را پس میگیریم، گویا که این سرزمین اشغال شده است که پس میگیرن، یا وقتی که دنبال احیای عظمت ایران هستند و یا با برجسته کردن نقاط قدرت دوران پهلوی، ما هم نمیتونیم نقاط قدرتشو نادیده بگیرن، دوره اصل رضا شاه چه محمد رضا شاه، ولی دیکتاتوری اون رو نادیده میگیرن، اصلا اهمیت پیدا نمیکنه. از شدت انزجار از حکومت اسلامی این رجعتگرایی نوستالژیک بسیار بسیار قوی هست. بنابراین این سه پروژه جدی هستند که چقدر المنت های دموکراتیک در اینها وجود داره یا نداره، من نمیخوام اینا رو یک دست بکنم. معلومه که بین بنیادگرایی اسلامی با اصلاح طلبی دینی تفاوت هست، بین اون گروه هویت طلب اتنیکی که به دموکراسی هم بها میده و اون گروه هویت طلبی دینی که مثلا گروهای خاکستری رو میخواد نمایندگی بکنه یا جندولا زمین و تاسمون، تفاوت وجود داره. حتی معلومه که در میان کسانی که به فکر احیای گذشته هستند، بسیاری ملیگرایی یا ناسیونالیسم رو به عنوان ابزاری برای عقب راندن حکومت اسلامی که هیچ شأن اجتماعی جمعی باقی نگذاشته پاس می‌دارند و الزاماً همه کسانی که از باز ایرانگرایی صحبت می‌کنند الزاماً با دموکراسی در تضاد نیستند. بگم این سه پروژه یک وجه اشتراکی دارند: ایرانگرایی، اسلامگرایی و قومگرایی. حرف اولشون دموکراسی نیست. این نکته بسیار بسیار به نظر من مهمه، برای اینکه اگر سرنوشت آینده ایران رو این سه گرایش فقط به تنهایی بخوان رقم بزنن، این خطر وجود داره که ما با تنش‌های در واقع نوعی حتی جنگ داخلی روبرو بشیم. این طرف قومگرایی، ناسیونالیسم فروده است، ناسیونالیسم فراده است و جریان‌های اسلامگرا. اما ما دو پروژه دیگر هم داریم. به اختصار میگم این دو پروژه دیگری که به نظرم مهمه بهش توجه کردن، یکی این پروژه لیبرال دموکراتیکه. این پروژه در بخش قابل توجهی از جامعه جمهوری خواه زمینه داره، اما حتی بخشی از جامعه مشروطه خواه هم به گمان من گفتمان لیبرال دموکراتیک رو داره. شاید میتونیم بگیم مثلا اگر بخوایم بگیم جریان نظیر شورای مدیریت گذار، به گمان من بیشتر گفتمان لیبرال دموکراتیک رو داره تا ایران بازگشت عظمت ایران رو احیا کردن یا بازگشت به گذشته. یا بخش از جریان های جمهوری خواه گفتمان لیبرال دموکراتیک درشون قدرتمندتره. حزب مشروط هم خودش رو لیبرال دموکراتیک میدونه، گرچه گفتمان ناسیونالیستی در اون هم قدرتمنده، ولی به هر حال گفتمان لیبرال دموکراتیک هم تا حدی هم به چشم میخوره. خواستم بگم که اصلی ترین خانه گفتمان لیبرال دموکراتیک در ایران در میان جمهوری خواهانه. جمهوری خواهانی که از سن و اقتدار سنتی که سلطنت نمایندگی میکنه، کاریسماتیک که استبداد دینی نمایندگی میکنه، ایدئولوژیک که به اصطلاح دیکتاتوری های پرولتاریا یا حکومت های نظیر بلوک شرق نمایندگی میکردن، از اونها فرا رفته. به این معنی خانه اصلی گفتمان لیبرال دموکراتیک در جامعه ایران جمهوری خواهان هست. گفتمان دیگری هم داریم که آن گفتمان هم به نظرم گفتمان مهمیه. یک گفتمانی است که عدالت جویانه است، گفتمانی است که در واقع سوسیالیستی است. بخشی از چپ رادیکال ایران هنوز با نام کمونیسم در واقع اون گفتمان عدالت اجتماعی رو سعی میکنه نمایندگی بکنه. بخشی هم از چپ دموکرات یا سوسیال دموکرات جامعه ایران که اونم بیشتر خودش رو ترجیح میده یا به نام جمهوری خواه معرفی بکنه یا به نام چپ دموکرات، و خیلی مایل نیست خودش رو با هویت‌های کمونیستی یا ایدئولوژی آن نوع مثلا تحلیل بکنه.
به گمان من مجاهدین یه بخشش هم خیلی از گروه های دیگه هم هست، ولی در سیمای عمومی به نظر من ما با این 5 پروژه روبرویی، مستقل از اینکه هر حزب سیاسی در نزدیکتر به کدام یک از این پروژه ها باشه یا چند پروژه رو همزمان در خودش داشته باشه، به نظر من رقابت سیاسی در جامعه ایران بین پروژه های اسلامگرایی، ایرانگرایی، قومگرایی، لیبرال دموکراتیک و گرایش در واقع عدالت جویانه با مفهوم چپ دموکراتیک بگیم یا عدالت خواهانه بگیم یا سوسیالیستی یا سوسیالیست دموکراتیک بگیم، هر نامی که بذاریم، با این 5 خانواده به گمان من فعالترین گروه بندی های جامعه ما هستن که به حال دارن در صحنه سیاست رقابت میکنن. شانس کدوم بیشتر و کمتره میشه به جای گمان زنی به اون بعدا برگشت، ولی من فکر میکنم که اگر از من بپرسید خب شما چی رو ترجیح میدید، چی رو فکر میکنید به دموکراسی نزدیکتر میتونه باشه، من به گمان من یک در هم آمیختن یا نزدیکی گفتمان لیبرال دموکراتیک و سوسیال دموکراتیک، در واقع در هم پیوستن عدالت اجتماعی و دموکراسی و تبعیض ستیزی و تمامیت ارضی و جدای دین از دولت، کنسپت هایی است که میتونه زمین بخشی از پایه های اجتماعی اون گرایش های دیگر هم به خودش جلب کنه. گروه اتنیکی میتونه با کمال میل با سیاست ضد تبعیض احساس چی میگن همزاد پنداری بکنه ولو که توقعات یکسان نباشه. حتی جریان های ناسیونالیستی از اونجا که بر تمامیت ارضی در گفتمانی که اشاره کردیم یک واژگی پافشاری میشه، یک نوع همخوانی میتونه داشته باشه. همشون سکولارن، به این ترتیب از سکولاریسم میتونن دفاع کنن. عدالت اجتماعی موضوعی است که حتی بخشی از چپهایی که خیلی دنبال جامعه بی طبقه یا ایدئولوژی کمونیستی هستند میتونن کوتاه بیان و به اصطلاح حداقل عدالت اجتماعی بخششون به اون بسنده بکنن در سطحی که تعاملی بین دموکراسی و رفاه و عدالت صورت بگیره. چقدر ممکنه ما یک جریان سیاسی پیدا بکنیم که بتونه در واقع این پروژه های گون رقیب که از هم فاصله های معینی دارن نزدیک بکنه، نقطه اشتراک پیدا بکنه؟ کار بسیار دشواری است، ولی فکر میکنم اگر ما بختی برای گذار به دموکراسی داشته باشیم نمیتونیم هیچ یک از این پروژه ها رو حذف بکنیم. باید راه تعامل با همه این پروژه ها رو پیدا بکنیم، نقطه اشتراکات و در این رقابت های سیاسی ساله. خب یکی از مشکلاتی که نیروهای سیاسی حداقل جمهوری خواهان دموکرات در از 15 سال گذشته توی صحنه سیاسی بودن و طبعا توی جمهوری خواهان دموکرات سکولار یا لائیک، خب هم لیبرال دموکراسی هم عدالت خواهی هم ملی گرایی دموکراتیک رو هم توش ایران گرایی دموکراتیک، یعنی وجه مشخصش دموکراسی هم باید باشه همونجوری که صحبت میکنه، نه نوع عظمت طلبانش. این طیف نیروهای سیاسی خب یک نیروی بزرگی، ولی کمترین متشکل تشکلشون از همه پایین تر و انسجامشون پایین تر و در صحنه هم حضور خیلی ضعیفی دارن. اگر گفتگوی امروز رو بچرخونیم با اون طرف و قبل از اینکه آسیب شناسی بکنین و بپرسیم که ضعفاش، ریشه های ضعفاشون چی هستش، واقعا خود اپوزیسیون، اگر اپوزیسیون جمهوری خواهی قرار دموکراسی خواهی که وجه مشخصش هم جمهوری خواهی باشه قرار بیاد بیرون، این در چه این کار اپوزیسیونیش در چه ابعادی چه بودهایی داره که بعد بتونیم ارزیابی بیشتر بکنیم ببینیم ایراداتش در کجاست اگر امکان پذیر. ببینید من از همینجا میخوام با یک نوع نمیدونم واژه انتقاد از خود دقیق یا نه، با نوعی بازنگری به خوشبینی سیاسی گذشته خودم هم در حوزه نظری هم در حوزه عملی شروع بکنم. به نوعی در پاسخ به پرسش شما، ببینید من در گذشته در طی مقالات و سخنرانی های متعدد بر این تاکید کردم با استفاده از مدل اقتدار وبری، گفتم که انقلاب ایران
در دوره سلطنت پهلوی یک نمایندگی میکرد اقتدار سنتی رو، پادشاهی مظهر اون اقتدار سنتی. با انقلاب ایران اقتدار سنتی برچیده شد و بعد به جای گذار به دموکراسی با اقتدار کاریسماتیک سردان دینی ولایت فقیه جایگزین شد. نیست و گفتم که تجربه انقلاب اسلامی ایران و حکومت اسلامی و میل جامعه به عبور از اون در واقع به این معنی است که ما هم تجربه اقتدار سنتی، سلطنتی، کاریسماتیک، دینی رو تجربه کردیم و بنابراین زمینه عروج و متحقق شدن شکل سوم اقتدار، اقتدار عقلانی، دموکراتیک و دینی در قالب یک جمهوری سکولار و پارلمانی در جامعه ایران مهیاست و استقبال گسترده روشنفکران جامعه که دیگر به جای گفتمان های ضد امپریالیستی، گفتمان های دینی یا گفتمان های گذشته گرایانه یا گفتمان های ایدولوژیک به سمت گفتمان های دموکراتیک و سکولاریسم در واقع به سمت اون رفتن، نشاننده این واقعیت است که این گفتمان زمینه قدرتمندی داره، گفتمان اقتدار عقلانی دموکراتیک سکولار. و حتی من جنبش سبز را هم یا حتی اصلاح طلبی دینی را بخش از فشار جامعه و طبقه متوسط ایران که نمیخواست حکومت اسلامی بمانه، در این حال نگرانی های ضد آرمانی و نگران از انقلاب را هم داشت، باعث شد که این گفتمان حتی به اصلاحات هم فکر کنه اگر بتونه گام به گام جلو بره باز بهتر از هیچه. بنابراین خود اصلاح طلبی دینی رو من فقط یه جنگ زرگری بین دو جنا نمیدونم، بخش از فشار طبقه متوسط جامعه ایران و روشنفکران جامعه برای دموکراتیزه کردن و سکولاریزه کردن جامعه میدونم، که گرچه با توجه به توازن قدرت و ساختار اسلامی حکومت این بیشتر پروژه اصلاح طلبی به حال توهم بود به گمان من، عملی نشد و دیدی. اما پرسش اینجاست، اگر امروز که صدای سوم بیشترین زمینه پذیرش اجتماعی رو داره، یعنی به جای اون اقتدار سنتی گذشته که به تاریخ پیوسته و اقتدار کاریسماتیکی که امروز جامعه ازش منزجره، منطقا باید جریانهای جمهوری خواه که طرفدار سکولاریسم، تبعیض ستیزی، حفظ تمامیت ارضی، جدایی دین از دولت و رفاه اجتماعی هستند، اینها به عنوان جذابترین آلترناتیو، ملجأ آشتی همگانی، به عنوان نیرویی که بیشترین جذابیت رو دارن، هم سلطنت طلب میتونه تعاملش کنه، هم اسلامگرا تعاملش کنه، هم گروه های اتنیکی تعاملش کنن، هم چپهای رادیکال کمونیست تعاملش کنن و و و. این علالقاعده باید به نیرومندترین بدیل اجتماعی تبدیل شد، اما چنین نشد. چنین نیست که هیچ تلاشی در این راستا صورت نگرفت. من خودم شاید یکی از زمانی که جزو از مسئولین جمهوری خانه دموکراتیک و لایک بودم تلاش جدی رو در پیش گرفتم با یاری تمام گروه های دیگر، 10 گروه جمهوری خواه جدی از حزب دموکرات کردستان ایران گرفته تا کمله، تا جبهه ملی، تا گروه طرفداران آقای بنی صدر، تا سازمان فدایان اکثریت، تا اتحاد جمهوری خواهان ایران، تا شورای موقت سوسیالیست ها و جمهوری خواهان لایک دموکرات، خیلی از این گروه ها رو در واقع که یک تنوعی بود بسیار گسترده، هم مسلمانان لایک، هم ملیگرایان، هم چپ دموکراتیک، هم گروه اتنیکی در اون بودن و این همگرایی به فوقش 1 یا 2 اعلامیه خاتمه یافت و نتوانست ادامه پیدا کنه. میشه تا ابد بر سر این که این یا آن گروه چه مشکلی رو داشتن بحث کرد. ما نمیتونیم این کار بکنیم که جامعه ایران صرفاً به اصطلاح با هویت‌های یعنی کلان خودشون رو تعریف نمی کنن. سیاست امر روزمره است و پاسخهای روزمره میتونه شکافهای سیاسی عمیقی بیافرینه. کسی که حتی جمهوری خواه باشه ولی مثلا از حمله نظامی آمریکا به ایران دفاع بکنه، قطعا هرکس آبش توی یک جوب نخواهد رفت
جور نخواهد رفت با کسی که سخت با حمله نظامی به ایران مخالفه، کسی که دنبال اصلاح طلبان از جمهوری خواهان رو میخواد زایده اصلاح طلبان بکنه، خب آبش توی یک جور نخواهد رفت با کسی که طرفدار به صلاح صدای سومی از یک نظام سکولار و دموکراتیک در جامعه ایران و و و کسی که از تمامیت ارضی به شدت دفاع میکنه و شاید عنایت چندانی به تبعیض اتنیکی نداره. خب این گروه های اتنیکی که شاید هویت اتنیکی و خاصای اتنیکی برایشون اولویت نخست هست، اینها مثلا اجنده های متفاوتی دارن. بنابراین این که ما فکر کنیم صرفا با چتر جمهوری خواهی همه اینها میتونن در یک جبهه گسترده گرد بیان و بتونن در واقع به سمت سکولاریسم دموکراسی دنبال بکنن، به نظر میاد یک خوشبینی بود، یک توهم خوشبینانه، یک توهم پروگرسیو. من منظورم نیست که این پروژه رو ما باید درز بگیریم، منظورم نیست که اینا باید به کنار بگذاریم، باید فکر کنیم به حال چرا نشد. یکی از حوزه هایی که به نظر من پاسخش غیر از تمام این چیزها، برخی از دوستان دیدم جدیدن میگن بریم جمهوری خانه سوسیال دموکرات رو تشکیل بدیم، شاید این یه راه حل باشه. برخی هم نظرشون اینه که نه، به جای مشی اصلاح طلبی و مشی براندازی جمهوری خانه تحول طلب رو سازمان بدیم، این یک راه حل باشه. من میگم هر آزمونی را چه اشکال داره به آزمون بگذاریم ببینیم چقدر پیش میره، میشه تجربه کرد، ولی به گمان من یک مقدار فراتر نگاه بکنیم ایراد از جای دیگری است. این واقعیته که گفتمان الیت نخبگان سیاسی میپندارن یا روشنفکران میپندارن از برد اجتماعی خدا نیست، بذار واقعیتی رو که باید بکنیم. یعنی اگر نگاه بکنیم ما میبینیم که در منطقه یک یا اسلامگرایی سرگرم میاره مثلا در مصر، بعد با کودتا یک حکومت نظامی جایگزین میشه، یا تجربه های افغانستان و عراق و سوریه به جنگ داخلی تبدیل میشه، یمن و غیره هم همینطور، یا استبدادها سر جاشون باقی میمونن، شاید تونس جزء معدود بره. اگر از این منظر در ایران هم نگاه بکنیم، گرچه ما در دوره هایی با یک و اونجا دموکراسی، فکر دموکراسی نفس کشیده بعد از انقلاب مشروطه تا قبل از احیای اقتدار حکومت رضا شاه، یا در دوره محمد رضا شاه قبل از 32 بین سالیان 20 تا 32 نیست، اما ما شاهد جابجایی چرخه استبداد هستیم. حکومت پهلوی رفت، یک استبداد، یک استبداد به مراتب بدتر جایگزین شد. این که حتی در جامعه اپوزیسیون نیروهای امروز قدرتمندترین و بیشترین زمینه‌های یا متشکل در این سازمان های سیاسی هستند، یا بیشترین مشروعیت رو یا محبوبیت رو در جامعه دارد، که اتفاقا کمتر از فکر دموکراسی دفاع می کنند. شما نگاه کنید مدل سازمان مجاهدین خلق، متشکل ترین سازمان سیاسی اپوزیسیون، یک مدل کاریسماتیکه. اگر به پروژه مثلا هواخانه سلطنت هم نگاه کنیم، فقط شاهزاده رضا پهلوی فقط به خاطر اینکه شاهزاده است، نه این چیز دیگری، ملجع گرد همایی، یک انبوهی از استقبال افکار عمومی، سلطنت طلبان افراطی و حتی بخش از جمهوری خان در اونجا. بنابراین این اشکال اقتدار سنتی و کاریسماتیک دیرپادره و پروژه های چی میگن تحزب دموکراتیک یا همگرایی های دموکراتیک میبینیم فقط تشتت و پراکندگی رو در بر داره. اگر گروه های بخشی از مثلا گروه های چپ کمونیستی خیلی ایدئولوژیک هستن و انشاء پشت انشاء میدن قابل فهمه با اون رویکردهای ایدئولوژیک، علی القاعده باید در جامعه جمهوری خواه که فکر تولرانس بالاست، ایدئولوژی گرایی وجود نداره، باور به اقتدار کاریسماتیک یا اقتدار سنتی وجود نداره، باید علی‌القاعده این زمینه همگرایی گسترده باشه. اگر همین همگرایی یا به شکست میانجامه، ناموفق میشه، هر گروه چند همون اسفی فکر میکنی کی اول رهبره، کی حرف اصلی رو میزنه، و به جای اینکه فکر همگرایی گسترده میشه هنوز سکتاریزم واگرایی قدرتمنده، این نشان دهنده ای که فکر دموکراسی که بخشش کمپرومایسه، بخشش چالشه، بخشش کمپرومایس، اونقدر زمینه دار نیست. و نمیخوام بگم این تنها عامله، ولی فکر میکنم این یکی از اون حوزه های جدی است که
نشون میده کار جمهوری خواهان به مراتب دشوارتر از آن چیزی است که فکر میکنن. ما با دو پروژه روبرویم که ساده است، یکی پروژه‌ای که چالش رو درز میگیره، چه از نوع پروژه های همه با همی که آقای رضا پهلوی دارن یا برخی از گروه های دیگر دارن یا پروژه های حتی دینی حاکم در پیش میگیرن، یا پروژه های واگرایانه که بسیار از گروه های چپ رادیکال مثلا در این زمینه بسیار عادت کردن، همیشه با این شکل زندگی کردن. پروژه‌ای که کمپرومایز و یعنی سازش و چالش، همگرایی و رقابت رو بخواد با هم در بیامیزه، بیش از همه در میان جمهوری خواهان زمینه داره. ولی اگر موفق نشدن هنوز حتی یک پروژه همگرایی که چجوری بگم جاذبه ملی پیدا بکنه ارائه بدن و برعکس نیروهاشون حتی دارن به سمت بخشی از رضا پهلوی که از یک همگرایی همه با هم بیشتر دفاع میکنه به سمت اون از دست میدن، نشان دهنده اینه که جامعه ما همونطوری گفتم گویا هنوز اقتدار دینی، اقتدار کاریزماتیک در نوع سازمان مجاری متشکل در این سازمان در اپوزیسیون یا اقتدار سنتی آن چیزی که آقای رضا پهلوی تا کنون نمایندگی کردن هنوز حرف اول رو میزنن و کار دموکراسی، همگرایی و رقابت دموکراتیک جمهوری خواهان باید ایجاد بکنن خیلی دشوارتر از اوناست و گویا خود جمهوری خواهان یا به اون چشم به قدرت یا به واگرایی هایی که بیشتر چپ های رادیکال و گروه های کمونیستی در این زمینه شاید سابقه بیش طولانی تری دارن. این فکر میکنم یکی از جدی ترین مشکلات و میخوام بگم جمهوری خواهان اینکه مطل حرفاشون مطلوب زیباست، جالبه، کیفیت دارن، بیشترین کادرهای اکادمیک، سیاسی، تکنوکرات دارن، همه اینا لازمه برای بدیل اجتماعی شدن ولی کافی نیست و اون ضعف شخصی فرهنگ دموکراتیک به نظر من در جامعه جمهوری خواه هم خودش بازتاب میده، از جمله با کم توجهیش به ضرورت همگرایی سیاسی و به دست دادن پروژه های ملی و نزدیک کردن دست کم صفوف خودش و تشکیل قطب بلوک جمهوری خواهان و تعامل با دیگر قطب ها که قطعا باید این رو در بر داشت و اگر بخوایم فکر دموکراسی رو در جامعه توسعه بدیم. خب در این ارتباط اگه یک روز جلوتر بریم با توجه صحبتی که شما کردید به اصطلاح پروژه های ملی که به اصطلاح این همگرایی جمهوری خواهان توش تبلور پیدا کنه و به اصطلاح نیرومند بشه، اگه میشه یک مقدار این رو بیشتر باز بکنید که ببینیم که نمونه هاش چی هستش، آیا در ارتباط با پر کردن شکاف بین جامعه مدنی و نیروهای سیاسی برف از جمهوری خواه کمبودی اونجا وجود داره، پروژه ها اونجا باید تعریف بشن یا پروژه ها در جاهای دیگه باید تعریف بشن، به نظر شما ما باید چجوری میتونیم این ضعف رو به اصطلاح ترمیم؟ بله ببینید گاه خطا در طرح پرسش نهفته است، اگر پرسشی به غلط مطرح بشه پاسخ صحیح نخواهد یافت. قطعا همگرایی جمهوری خواهان، الان راجع به همگرایی جمهوری خواهان میخوایم حرف بزنیم، گرچه همگرایی ملی فقط به جمهوری خواهان بسنده نمیشه، به اونم بر میگردیم، اما حتی فقط بر همگرایی جمهوری خواهان بخوایم بسنده کنیم و بگیم که چرا جمهوری خواهی به رغم اینکه زمینه اجتماعی قابل توجهی داره ولی نتونسته صفوف خودش رو متحد کنه، نتونسته با جامعه پیوند در خود پیدا کنه، باید این نکته نگاه بکنیم. یک، اشکال سازماندهی سنت بودم هستم که از ائتلاف احزاب سیاسی جمهوری خواه دفاع کردم و میکنم، هم در شکل بخشیدن با آن همگرایی ده جریان جمهوری خواهی که نام بردم نقش بسیار فعال و موثری داشتم، شاید چه میدونم یکی از اصل در این فراخوان دهندگان به آنها بودم، چه امروز که مثلا جمهوری خواه آنهای جبهه ملی همسیگی جمهوری خواه ایران، اتحاد جمهوری خواهان ایران و به اصطلاح حزب چپ که باید اونها مثلا گروهان بنی صدر، آقای بنی صدر انجمن مسلمانان اسمشون هست و گروه های جمهوری خواهی یا اسامی جبهه های جمهوری خواهی تشکیل دادن، هر چه غیر اتنیکی خیلی باید دامنش گسترده تر کرد. بنابراین من
مخالف اون نیستم، برعکس در حوزه نزدیکی احزاب سیاسی فکر کنم قطعا باید روی کرد به گروه های اتنیکی رو هم جدی گرفت و اونها رو هم در پروژه همگرایی جمهوری خواهی وارد کرد. نمیشه دور زد، نمیشه به یک یا دو جریان جمهوری خواه محدود کرد، نمیشه این جریان جبهه ملی چون با اون یکی جریان جبهه ملی دعوا داره اون یکی رو از مشارکت در پروژه جمهوری خواهی حذف بکنه. همگرایی کل جریان های سازمان های جمهوری خواه بسیار مهمه. سازمان ها میتونن یک اعتماد به نفسی ایجاد کنن، یک صدایی در جامعه ایجاد کنن، اما همه میدونیم امروز جامعه ایران بسیار سیاسی است بدون اینکه بخش اصلی این کنشگران سیاسی اصلا در سازمان سیاسی حضور داشته باشه. بنابراین تعداد شخصیت ها و کنشگران سیاسی منفرد که اتفاقا بسیار فعالن در رسانه ها، در فعالیت های حقوق بشری، در فعالیت های دیپلماتیک برای آزادی زندانیان سیاسی، کنشگری های سیاسی، کنفرانس ها و ده ها و صد ها حوزه فعالن، ای بسا به مراتب فعالتر از گروه های سیاسی هستن ولی متشکل در اونها نیستن. پیدا کردن در واقع یک فورون جمهوری خواهی که بتونه منفردین و این احزاب رو در یکدیگر در کنار یکدیگر در واقع قرار بده بسیار مهمه و این حوزه است که به نظر من هنوز ما راه حل در خودی براش پیدا نکردیم. احزاب سیاسی فکر میکنن که خیلی برتر از افراد هستن و به درستی میگن که دموکراسی بدون تحزب معنا نداره، بنابراین میشن اونا رو دعوت میکنن جذبشون بشن. افراد منفرد هم میگن این احزابی که اصلا رنگ ندارن، نقشی ندارن، حد اکثر فعالیت سیاسیشون انتشار چند تا اعلامیه است یا حوزه‌های محدودی است، آنقدر اثرگذار نیست. بنابراین یک بغرنج، یک چالش، یک آسیب شناسی کل اپوزیسیون و از جمله جمهوری خواهان مسئله این گسست بین سازمان‌های سیاسی و فعالین سیاسی منفرد که اینو باید براش راه چاره پیدا کرد. بدون اون امکان نداره یک قطب قدرتمند در به اصطلاح جمهوری خواهی شکل بگیره. در جریان‌های دیگه هم دو جمهوری خواهی قرار نیست اسمش رفع پروژه های شکست خورده پیشین باشه. دیروز بنده نوعی مثلا چپ سوسیالیست، کمونیست، ملی، اتنیکی یا هر چیز دیگری بودم، اصلاح طلب یا هر چیز دیگری بودم، امروز که میبینم اون به اصطلاح پروژه اون ایدئولوژی پاسخ نمیده، حالا اسمم عوض میکنم، میذارم جمهوری خواه و انتظار دارم جامعه به من اعتماد کنه و بتونم پاسخگو باشم. و بعد درست با همون شیوه، با همون منطق، با همون روشهایی که میراث گذشته بوده عمل بکنم. با جمهوری خواهی ایدئولوژیک نمیشه برخورد کرد. اندیشه جمهوری اندیشه ایدئولوژیک نیست. خودش نقد ایدئولوژیست. ایدئولوژی زدایی از قدرت سیاسی است. چه در حوزه دینی، چه در حوزه باورهای ایدئولوژیک مثلا دیکتاتوری و پرولتاریا و نظایر آن، چه حتی اشکال اصلا پروژه ایست که امتیاز زدایی میخواد بکنه. یعنی امتیاز دینی، امتیاز موروثی، امتیاز ایدئولوژیک مبنای راهنمایی به صدا اقتدار سیاسی نیست. بنابراین اگر کسی درک ایدئولوژیک از جمهوری خواهی داشته باشه به بنبست آنیاری میرسه. این درک ایدئولوژی قدرتمنده. چگونه؟ یکیش نمونهش اینه که ما در بهترین حالت فقط بلدیم در مورد مزیت‌های چپ و راست مثال میارن جمهوری‌های دیکتاتوری و ثابت کردیم که جمهوری خیلی بهتره برای آینده ایران به خاطر اینکه چون با امتیاز موروثی دینی و ایدئولوژیک مرزبندی داره شانس سوق دادن جامعه به سمت ایای دیکتاتوری کم رنگ میکنه. قبول، این یکی از امتیازهای جدی جمهوری خواهانه و پروژه جمهوری. ولی جامعه که نمیتونه از امروز صبر بکنه یک روز به اصطلاح آفتابی در آینده جامعه زیر رو میشه، از بختک جمهوری اسلامی عبور میکنیم و اون موقع این مسئله متحقق میشه یا دربارش تصمیم میگیریم. برای مسائل نیازهای امروز چه پاسخی داریم؟ جمهوری خواهان با پیوندشون با جامعه مدنی چگونه است؟ چقدر مردمی که کارگر هفت تپه اعتصاب میکنه برای اتحادیه کارگری اصلا جمهوری خواهی میشه؟ اصلا جمهوری خواهی کیان؟ چه حرفی راجع به عدالت اجتماعی زدن؟ چه حرفی سر رفاه اجتماعی زدن؟
چقدر فعی بودن و اگر نبودن چطور اعتدال در این جامعه استقبال کنه. امروز مبارزه کمپین هایی که بر سر مسئله زنان صورت میگیره، یعنی مهمتر یکی از مهمترین نیروهای، اگر از من بپرسید نیروهای اصلی جامعه مدنی کدام هستن، من چهار جنبش رو میتونم به جد ازش نام ببرم: جنبش گروه های اتنیکی، جنبش دانشجویی و روشنفکران، جنبش کارگری و جنبش زنان. چهار ستون اصلی تحرکات جامعه مدنی ایران. خب نگاه کنیم به یک به یک. در بیشتر چپ‌های رادیکال هستن در اون حوزه فعالن، تا حتی چپ‌های میانه سوسیال دموکرات یا جمهوری خواه. در حوزه زنان ما نگاه می‌کنیم که صدها کمپین مبارزه اعتراض در حوزه‌های گوناگون صورت می‌گیره برای به اصطلاح حقوق زنان، برای رفع تبعیض جنسیتی یا راجع به مثلا همجنسگرایان و غیره. کلی نهاد تشکیل میشه در جامعه مثلا جمهوری خواه. چقدر فمینیزه کردن سیاست مثلا به دغدغه ذهنیش تبدیل شده؟ در کدام جنبش اجتماعی مربوط به حقوق زنان، همجنسگرایان و غیره اصلا حضور پیدا کرده به طور فعال؟ دغدغش بوده؟ نمیگم اصلا نبوده. بنده جمهوری خواهم که در تمام این اوضاع اتفاقا به شخصه دخیل بودم. بحث یک پروژه اجتماعی است. مداخله در جامعه مدنی در جامعه جمهوری خواه ضعیفه. من که چی بیشتر میاندیشه؟ چون همش به قدرت داره میاندیشه و واسه همین جامعه مدنی رو فراموش کرده یا دست کم گرفته، اگر نخوام خیلی نامهربانانه یا مثلا غیر منصفانه عرضه بکنم. به جنبش های اتنیکی نگاه کنیم. گرچه برخی از جامعه جمهوری خواه بر سر تبعیض زدایی، تمرکز زدایی و غیره پافشاری میکنه، اما بخش مهمتری از اون بیشتر فقط در سر تمامیت ارضی صحبت میکنه. بندم میدونید همه جا از تمامیت ارضی ایران دفاع کردم و میکنم. میدونید که اصلا ایدئولوژی قومگرایی هم خوش نمیدارم. ولی مگه میشه شما در کشوری که تبعیض اتنیکی، تبعیض دینی اینجور بیداد، اصلا تبعیض این گونه بیداد میکنه، به جای اتخاذ یک سیاست فعال ضد تبعیض به گونه ای عمل بکنید که عملا گروه های اتنیکی فکر کنن که جمهوری خواهان که به نیازهای اونها نمیپردازن. و آخریش نگاه بکنیم حضور جمهوری خواهان حتی در جنبش های روشنفکری و دانشجویی هم کم رنگ بوده. یعنی نمیگم اصلا نبوده، من نمیخوام اینو نادیده بگیرم، بازم چپگرایان در این زمینه، چپهای رادیکال مؤثرتر حضور پیدا کردن یا حداقل حضورشون به نمایش گذاشتن. از کانون نویسندگان ایران گرفته، آذر ماه امسال دیدیم چقدر قدرتمند با پررنگی چپ رادیکال در واقع. من منظورم سوء تفاهم نشه، تختهی هیچ گرایش سیاسی نیست. بحثم اینه که جامعه مدنی، ما جامعه جمهوری خواه باید به جامعه مدنی روی کرد داشته باشه. این روی کرد از جامعه مدنی مفهومی نیست که اصلاح طلبان به کار می بردن. آقای خاتمی گفت مدینه النبی همون جامعه مدنی است. جامعه مدنی برای فرار روییدن نهادها، تشکلیابی، فرهنگسازی دموکراسی، برای چالش استبداد دینی، از جمله پرداخت به حقوق روزمره خودش تا آن چالش استبداد دینی است. اما این روی کرد، من حرفم اینه، جامعه جمهوری خواه بخشیش چشمش به قدرت خارجی است، بیشتر دنبال همون پروژه‌ای که بخش هواخانه سلطنت و بخش از گروه دیگر هستن، بخشش هم چشمش به دنبال اصلاح طلبانه، و بخشی که این رو قبول نداره صدای سوم معنا داره، نه اتکا به قدرت خارجی، نه اتکا، نه اصلاح حکومت، یعنی رویکرد به جامعه مدنی و تربیت جامعه. این یعنی که در زمینه حقوق بشر، آزادی زندانیان سیاسی، دستگیر شدگان، حجاب، مسئله اعدام، مسئله نحوه برخورد بزهکاری، حاشیه‌نشینی، اعتیاد و ده ها و ده ها، شما باید سیاست تولید کنید. من آخرین جمله رو میگم، طولانی صحبت کردم در این زمینه. ببینید سیاست امروز مفهوم ایدئولوژیکش رو از دست داده، سیاست مفهوم موردی پیدا کرده. شما در همین از آمریکایی که شما در زندگی میکنید تا همین سوئد، تفاوت ایدئولوژیک احزاب اینجا رو به سختی مردم میدونن، ولی موقع انتخابات میگن کی مالیات میگه بیشتر بدیم، کمتر بدیم، بهداشت رو بهتر بکنیم، بدتر بکنیم، بیکاری رو کم بکنیم، زیاد بکنیم.
مالیات ها بیشتر کمتر بر مبنای این رأی میدن. یعنی سیاست موردی شدن سیاست یک حقیقتی است که نمیتونه جامعه جمهوری خواه چشمشو به اون ببنده. حرف من اینه، این یکی از جدیترین آسیب های دیگری است که جامعه جمهوری خواه وقتی اون کسری فرهنگ دموکراتیکو داره، میراث فرهنگ سیاست ورزی گذشته رو داره و به همگرایی کم توجهه، قدرت بالانس سازش و چالش رو نداره. وقتی به جامعه مدنی در واقع اون توجه کافی رو نمیکنه، وقتی در واقع به این ترتیب نیرویی رو که این همه پتانسیل داره در تمام عرصه ها میتونه چیزیش رو از دست بده، چگونه بگم، اون سرمایهش رو از دست بده. شما سرمایه تو اگه نتونی به خوبی به کار بگیری، دیر یا زود به انزوا کشیده خواهی شد. البته جمهوری خان هنوز یکی از جدیترین آلترناتیو های جامعه ایران هم، یکی از معتبرترین راحل هان، یکی از مسالمتترین مسالمت جویانه ترین راه حل برای تحول و گذار از جمهوری اسلامی و دموکراسی هستن. و من منظورم تختعی یا دست کم گرفتن اون نبود، خواستم بگم برای اینکه تبدیل بشی یک موقعیت تعرضی پیدا کنی، شما صدای سوم رو باید معنای عملی رویکرد جامعه مدنی، قطب گسترده جمهوری خواهی و در واقع گفتم اون پروژه های ملی برای اون چهار حوزه‌ای که در جامعه مدنی گفتم، در واقع جنبش کارگری، شکاف‌های اجتماعی، شکاف‌های طبقاتی، بیکاری، موقعیت اقتصادی و سکولاریسم، تبعیض ستیزی و به اصطلاح فمینیزه کردن سیاست و پروژه روشنگری انتقادی رو به عنوان اصلی ترین چیزهای جامعه جمهوری خواه بدانیم. من اگر فرصتی راجع به مفهوم اپوزیسیون بگیم، من اونجا اهمیت این نکته‌ای که گفتم رو بیشتر توضیح خواهم. جناب درویش پور، سه برداشت از اپوزیسیون وجود داره. اگه شما لطف کنید این برداشت ها رو توضیح بدیم خیلی ممنون میشه. ببینید، من در تعریفی که از مفهوم اپوزیسیون در واقع میفهمم، یا اجازه بدید از سیاست ورزی بگیم به طور عمومی تر، اپوزیسیون سیاسی هم همین به صورت اخص‌تر. ببینید، یک وظیفه و در واقع یک حوزه فعالیت اپوزیسیونی کسب قدرت سیاسی برای اداره سیاسی جامعه است. بنابراین داشتن طرح و برنامه اقتصادی سیاسی، صرفاً سلبی سخن نگفتن، ایجابی سخن گفتن، بخشی از سازماندهی به اصطلاح به سمت قدرت سیاسی است. به این ترتیب نمیشه یک جریان اپوزیسیونی که مسئولیت به اصطلاح دولت مداری یا اداره کشور یا تر برای اداره سیاسی جامعه رو ازش حذف کرد. این یکی از بخش ها، معناها و هویت های اپوزیسیونی که از اهداف اپوزیسیونی است و جمهوری خواهان در این زمینه باید این بلند پروازی رو داشته باشند. اگر طرح و برنامه نداشته باشند، معلومه که اصلا به جد گرفته نخواهند شد. اما اپوزیسیون فقط کسب قدرت سیاسی نیست، چون اگر اینجوری باشه گروه های اپوزیسیونی که میدونن از 5% هم هیچ وقت بیشتر نمیرن، بعد برن تأثیر کنن خودشون، چون هیچ وقت به قدرت سیاسی که از دست پیدا نمی کنن. این واقعیتی که بخش دیگری از اپوزیسیون به معنای ارزش سازماندهی یک اراده مشترک بر پایه ارزش های مشترک گفتمان سازی است. خیلی موقع ها میبینیم جامعه زیر رو میشه، تغییر میکنه به دلیل اینکه یک به اصطلاح جریان سیاسی اپوزیسیونلی یک گفتمانی رو تولید کرده که بدون اینکه هرگز خودش به قدرت برسه جامعه رو تحت تاثیر قرار داده. مثلا سبزها در خیلی از کشورها به قدرت نرسیدن، اما گفتمان سبز سیاست امروز بخش مهمی از جامعه اروپا رو تحت تاثیر قرار داده نیست. یا خیلی‌ها مثلا با گفتمان گروه‌های چپی بودن که هرگز به قدرت سیاسی نرسیدن، ولی کنسپت رفاه اجتماعی، عدالت اجتماعی و غیره رو مثلا توسعه بدن. یا راست پوپولیست در خیلی از جاها به قدرت نرسیده، حالا توی آمریکا الان مثلا ترامپ به قدرت رسیده ولی لوپن در فرانسه به قدرت نرسیده، ولی قدرتمندی راست پوپولیست باعث میشه فضای سیاسی جامعه تغییر بکنه. بنابراین جامعه جمهوری ها باید اینطوری نیستش که باید یا فکر کنه که میتونه به قدرت سیاسی دسترسی پیدا کنه، یا اگر نرسیده باید بساطش رو تعطیل کنه بره ببینه کی صاحب قدرت به اون نزدیک بشه، اصلاح طلب یا رضا پهلوی، قدرت خارجی یا جمهوری اسلامی. چنین نیست.
گفت تولید گفتمان سیاسی به عنوان یک ارزش، گفتمان دموکراتیک و رقابت در این حوزه یکی از جدیترین حوزه های سیاست ورزی است. بنابراین وظیفه تولید اپوزیسیونال، گفتمان اپوزیسیونالی بسیار مهمه و این همونطوری که گفتم فقط با اینکه جمهوری خواهد که خوب است یا خوب نیست با اون کافی نیست. حوزه های گوناگون این گفتمان سکولار دموکراتیک، تبعیض ستیزانه و اعتدال جویانه و در این حال عدالت جویانه رو به نظر من در جامعه جمهوری خواهد باید برجسته تر کرد. دو، سه، سیاست فقط حرفای قشنگ نیست یا استفاده از همه ابزارها برای قدرت رسیدن نیست. سیاست در این حال به معنای بسیج اجتماعی است، سازماندهی اجتماعی است و شما همونطور که در امر دولت مداری نیازمند از پراگماتیزم، سازش، مثلا توجه به بسیار از ملاحظات هستی، شما برای جذب و سازماندهی گسترده اجتماعی ناگزیر از مثلا پراگماتیزم هستی، مصلحت‌جویی هستی، ملاحظه‌گری هستی، کوتاه آمدن هستی. بسیج اجتماعی اگر همه مردم مثل بنده و شما فکر می‌کردن که اوضاع طور دیگری بود، بنابراین امکان نداره. هنر بسیج اجتماعی یعنی گره زدن یک پروژه سیاسی با نیازهای روزمره مردم، چیزی که در دور قبل صحبت قبلم اشاره کردم، اون پیوند با جامعه مدنی. بنابراین اگر جمهوری خواهی به عنوان یک پروژه سیاسی مثل هر پروژه سیاسی دیگر بخواد برایند اجتماعی پیدا بکنه، هیچ راهی نداره جز این که در حوزه عملی با رویکردهای پراگماتیستی، با تطبیق خودش با شرایط و نیازهای روزمره و تعامل در اون زمینه امکان به اصطلاح هنر تحقق ممکنها رو فراهم بکنه. این ممکنه هم به معنای کمپرومایز با بسیاری از نیروهای غیر تطورش هم نمیتونستی بکنی، این ممکنه کنار آمدن با خیلی به اصطلاح از توهمات یا رویکردهای روانشناسی جامعه و توده باید باشه. بسیج اجتماعی یک امر جدی است. به نظر من جامعه جمهوری خواه در امر بسیج اجتماعی ضعیفه، در امر تولید گفتمان هایی که گفتم دموکراتیک ضعیفه، در زمینه طرح و برنامه برای حتی دولت مداری در حوزه‌های گوناگون از سیاست خارجی گرفته سیاست داخلی گرفته کلا ضعیفه و اگر وضعیت به این شکل بره پیش بره من نگران اینم. فکر دموکراسی خواهی، گفتمان دموکراتیک که جمهوری خواه نماینده اصلی آن هستن به حاشیه رانده بشه و گفتمان های نوستالژیک، مردانگی نوستالژیک از جمله احیای گذشته به اصلی ترین یا ایدئولوژی های قومی به اصلی ترین گفتمان های منطقه یا سراسری در جامعه ایران تبدیل بشه. در موقع به نظرم باز هم پروژه تحقق دموکراسی در جامعه ایران به تعویق خواهد افتاد یا تضعیف خواهد شد. خب با تشکر از جناب درویش‌پور، مطالب بسیار گسترده، متفاوت و قابل فکر مطرح کردیم. فکر کنم اگر امکان پذیر باشه این بحثا رو ادامه بدیم. از شما تشکر میکنم.